سه. درود بر همینان ارجمند، شاهین نژاد هستم. خوشحالم که فرصتی شد دوباره همراه با دوست ارجمند شهرام آریان در خدمتون باشیم برای پی گرفتن جستاری که فکر میکنم امروز به ششمین بخشمون رسیدیم، اهمیت بسترسازی فرهنگی برای رستگاری ایران. خیلی بخوام فشرده و به زبان ساده بگویم، این جستار از آنجا اصلا نیاز شد که بهش پرداخته بشه که برخی از هممیهنان ما بر این گمان بودند و هنوزم شاید باشند که صرف داشتن یک قانون اساسی خیلی درست حسابی، پیشرو و استوار بر مبانی روز، بر مبانی منافع ملی، بر مبانی آزادی و عدالت و جدایی دین از حکومت و این گونه مسائل میتواند رهگشا باشه و در حقیقت این رو شرط، به نوعی شرط لازم و کافی میدونن برای اینکه ایران از وضعیت کنونی بیرون بیاد. این جستاری که ما نشست پنجمشو داریم، نشست ششمشو خدمت شما پی میگیریم، بر این باوره که مطلقاً این داشتن یک قانون اساسی یا دادن یه سری از آزادی‌های سیاسی و مدنی مطلقاً بسنده نیست، شرط لازم و کافی نمیتونه باشه، بلکه خیلی مهمتر از اون این است که از نظر فرهنگی و روحی روانی و منش اندیشه ایرانیان ساخته بشن و بکوشن تا به نوعی دیگر به خودشون، هستی، روابط انسانی، مسئولیتاشون به عنوان انسان در جامعه و از این دست نگاه کنند. و این برمیگرده به آیینی که معمولا در کشور جاری بوده یا الان جاری هست. ما بر این باوریم که 1400 سال گذشته، به ویژه 1000 سال گذشته، با خودش پیامدهایی داشته که این انقلاب اسلامی و این چیزی که در 40 سال گذشته ما شاهدش بودیم نتیجه است، پیامد آن چیزی است که در حقیقت آمده در ایران و لانه کرده و ماندگار شده. از این رو میکوشیم با آنالیزایی که شهرام ارائه میکنه به نوعی یک کار تحلیلی داشته باشیم از اینکه چگونه آیین وارداتی تونسته در ظرف 1400 سال گذشته بر سیستم فکری ما چیرگی پیدا کنه، چگونه توانسته اخلاق تحت تاثیر قرار بده، چرا اصولا ماندگار شده، در یه جامعه چه کسانی رو معمولا مورد هدف قرار میده و اونها رو در حقیقت زیر چیرگی خودش میگیره و از اونها استفاده میکنه، بهره میگیره به عنوان نیروی کارش در سطح جامعه و نگه داشتن همه جامعه در به اصطلاح دستان خودش. از این رو باید بشناسیم، باید بدونیم این نرم افزاری که ازش به نام اسلام یاد میشه چگونه میتواند اثرگذار باشه روی انسان و طبیعتاً روی مجموعه انسان‌ها یعنی جامعه. این بحث ها اصلا از اینجا آغاز شد. پس از یه مقداری بررسی در چند مقطع زمانی، حالا به عثمانی پرداخته شد، در 400-500 سال گذشته به صفویه ایران پرداخته شد و همچنین در یه مقطع زمانی مقایسه های صورت گرفت بین کشورهایی که با هم دیگه تا حدی از نظر جغرافیایی و اقتصادی نزدیک بودن، مثلا فرض کن چند تا کشور شرق آسیا، ولی تفاوت ها رو میدیدیم که چگونه میشود در یه جامعه اسلامی خیلی از پارامترها رو دید که بسیار بسیار پایین‌تر، ضعیف‌تر و فرودست‌تر از آن چیزیست که در یه جامعه غیر اسلامی دیده میشه، حتی وقتی که میبینیم بقیه عوامل شبیه همه. به هر حال کوتاه کنم سخنو، رسیدیم به نشست ششم. من سررشته سخن رو به شهرام میدم. امروز در حقیقت وارد بحث داغی میشیم که نشست پنجم هم در همین راستا بود و توجه شما رو ششدونگ نیاز داریم برای اینکه این بحث جا بیفته و امیدوارم که از همینجا کاملا همراه باشید، بکوشید که دقایقی از این گفتگو رو از دست ندید تا بتوانیم نهایتا به این آنالیزی که میکوشیدیم داشته باشیم در ظرف این نشست و نشست‌های آینده برسیم.
شهرام جان درود بر تو، خوش اومدی. با درود به تو شاهین جان و با درود به همه بیننده ها و شنونده های فارسی زبان. بله، با اون پیش درآمد خوبی که برنهادی، من فقط یه اشاره کوچکی به این بکنم که ما پس از 4 نشست پدیده شناسی، در نشست پیشین که 5 بود به نخستین نشست مدل سازی توضیحی وارد شدیم. یعنی مدل هایی بسازیم که بتونه از نظر تئوریک توضیح بده اون پدیده ها رو، و من ادعا کردم که ما تو ایران تو این زمینه کار نکردیم. خود فرنگی ها هم چند ده سالی است که این کار رو رها کردن، دیگه نمیپردازن بهش پس از جنگ دوم، و ما مجبوریم که خودمون تنهایی این کار رو برای نیاز خودمون جلو ببریم. در اون نشست نخستین مدل سازی من یک مدل بسیار ساده ای برنهادم، از این که هر فردی، هر تک تن و یک جامعه که از این اتم های فردی ساخته شده، این آخر در دو پهنه دستگاه انگیزنده و دستگاه پردازنده به جهان بیرونی واکنششون میده و راهشون میره. یعنی یک انگیزش درونی داره فرد، اگه مال فرد رو بگیریم، این میسه قطب نمای درونی اونو میخواد به یه مسیری ببره و در جهان واقعیات با فرسایش های واکنش های برخورد میکنه. اینها رو وقتی میخواد تفسیر کنه این رویدادها رو نسبت به اون جایی که میخواد بره، اون دستگاهی که اینا رو تفسیر میکنه اون دستگاه پردازنده ذهنشه، و بعد به یک نتایجی میرسه که چی کارا باید بکنه، چجوری باید برخورد کنه، و تو کنش و واکنش با اون جهان بیرونی به این وسیله میره جلو. یعنی این قطب نمای کلی که اون دستگاه انگیزنده است، و بعد این دستگاه پردازنده که تفسیر میکنه من الان داده ها رو باید چجوری باشون برخورد کنم و مسائل روزمره. و نمونه هم آوردیم واسه روشن شدنش، کلاس درس بود که ما گفتیم دستگاه انگیزنده رو برای درس خواندن ما بسیار ساده میکنیم به حالت نمونه وار، به اینکه یک کسی از روی کنجکاوی درس بخونه، یا به خاطر گرایش به پیشرفت شغلی درس بخونه، یا به خاطر ترس و فشار پدر مادر و اینها، میگن یعنی فشاری که از بیرون بهش میاد که یه کاری بکن. و بعد در دستگاه پردازندهش این شخص ممکنه بسیار خونسرد و منطقی باشه، ممکنه بسیار احساسی و واکنشی باشه، و ممکنه منفعل باشه. و دیدیم که اینا اون موقع 9 ترکیب درست میکنن توی جدول 3 در 3. به این چیزا پرداختیم به عنوان یک نمونه نخستین، یک آزمایش اندیشگی به قول فیزیکدان ها. در این جهان آزمایشی ما خواستیم دستمون بیاد که با همچین مدل های اصلا میشه این دستگاه های اتمی یا فرا اتمی ترمودینامیکی رو توضیح داد، که این تک تک افراد و یا اون دستگاه اجتماعی که از اینا برمیاد. پوزش میخوام. امروز خب ما میریم به خود سراغ جامعه، کلاس اون بچه های درس رو رها میکنیم برای مدل نخستین، و از خودمون میپرسیم که اصلا یک دین و یا یک ایدئولوژی به چه شیوه ممکنه که این کارکردها رو روی یک جامعه پیاده کنه. یعنی وقتی میخواد دستگاه انگیزنده و پردازنده رو دگرسازی کنه، اصلا چجوری ممکنه این کار رو بکنه. من اینجا دوباره داستان رو ساده میکنم به برخی اهرم ها. یکی از اهرم ها دستگاه باوری خود دین یا ایدئولوژیه. یعنی وقتی شما در کتاب اون دین یا اون ایدئولوژی رو باز میکنید، اصولی که درش مطرح شده، آنچه که آشکارا در کتاب مقدسش گفته شده، این به ویژه در دین های ابراهیمی خیلی شدید اثرش، چون اونها با حالت تکلیف و دستور کار میکنن، نه به پیشنهاد و جملات مثلا اندیشه برانگیز که در دین های هندو اروپایی بیشتر اون مدلی بود. بهش میگفتن جملات اندیشه برانگیز، منترا مثلا در زبان اوستایی یا هندی باستان، این جملاتی که انسان رو به اندیشه برانگیزه. یونان باستان هم از همین شیوه پیروی میکرد، که مثلا سقراط که به پرسش میگرفت مردم رو، این سنت هندو اروپایی قدیمیه. ولی ابراهیمیون با دستور و اینا. حالا به هر حال یکی خود دستگاه باوری دین، این انسان چی میگه، آقا اصول من چیه، کجا برو کجا نرو، اینها. فراتر از دستگاه باوری دین یا ایدئولوژی، الگوهایی هستند که در اون دین یا ایدئولوژی نهفتن، آشکارا در موردشون ممکن سخن گفته نشه، ولی مثلا از سوی رفتار مهتران اون دین که اون دین رو برنهادن، الگوهای اصلیش بودن، اثرات گذرناپذیر دارن بر پیروان اون دین یا ایدئولوژی. مثلا
در مثلا ایدئولوژی کمونیسم مثلا رفتار خود مثلا لنین چطور بوده، یا در شاخه مثلا چینیش مثلا رفتار ماو چگونه بوده. این برای پیروان اون ایدئولوژی خیلی مهمه، تقریبا خیلی کمتر از اصول خود اون ایدئولوژی نیست. در دین‌های ابراهیمی کلاسیک هم مثلا وقتی ما دین مسیح یا اسلام رو بسنجیم با هم، می‌بینیم که الگوی رفتاری این دو بنیادگذار اون دین‌ها برای پیروانشون خیلی کمتر از کتاب مقدس اون دستورات روشن نیست. به یاد داریم کنفرانس هایی رو که در قرون وسطا میذاشتن مثلا در جهان مسیحیت، چون در حالا جهان اسلام اگه همیهنا بدونن مال مسیحیت هم همین داستان داشت قبل از لوتر، میشستن مثلا هفته های کنسیل میذاشتن در یکی از شهرهای آلمان یا ایتالیا و صدها اسقف اونجا با هم داد و بیداد و اینا. یا آقا لباسی که مسیح در تن داشت وقتی در اورشلیم میچرخید و موعظه میکرد، آیا لباسش دارای شخصش بود یا نه؟ و پیرو این مطلب، آیا کلیسا حق دارد که مثلا قوای نظامی یا مالی اینا در دستش داشته باشه؟ میشستن و سالها در موردش کار دو. اینو ما در اسلام هم داریم، اینم دوباره در دینای ابراهیمی هست. البته دینای غیر ابراهیمی هم اینجا مسئله الگوی بنیادگذار براش مهمه. در بودا نقش کمتری بازی نمیکنه. خیلی جالبه شرم جان در این زمینه یه بحثی و مسلمان ها داشتن برای مدت های بسیار طولانی که آیا قرآن قدیمه یا حادثه. یعنی حالا از قبل بوده، از آغاز بشر، از آغاز هستی بعد نوشته شده، یعنی یا اینکه نه این با همون آمدن پیامبر اسلام به اصطلاح جور شده و نوشته شده. یعنی شگفت انگیزه انرژی که بابت این گونه بحثا این دین‌های کانونشنال به اصطلاح گذاشتن. برای همین همچنان که گفتی مشخصه که این حاشیه‌ها از اصل قضیه براشون اهمیتش کمتر نبوده. در اسلام هم معمولا میگن دیگه، میگن اسلام مجموعی است از قرآن، حدیث و سنت پیامبر. حدیث هم که گفته‌های پیامبر اسلامه، در نتیجه میشود قرآن به اضافه آنچه که پیامبر کرده که میشود سنت، و آنچه که گفته که میشود حدیث. مجموعی ستاست که اسلام رو تعریف میکنه، نه فقط قرآن تنها. دینای ابراهیمی مسئله خیلی شاید، البته مسئله پیروی از الگو تو دینای دیگه یا ایدئولوژی دیگه مهم بود. فقط یه اشاره در مورد اون مسئله قرآن قدیمه یا حدیث، این یه بحثی که معتزلی‌ها دنبال میکردن که ما یه اشاراتی به معتزلی‌ها هم کردیم تو برنامه پیشینمون. البته اون برمیگرده به اون اصل یکم که من گفتم، اون دستورهای سرراست دین یا باورهای دینی. اون دیگه مسئله فقط پیروی از الگو نیست. اونجا دارن بحث میکنن که اصلا این آخر سر این یک چیز یزدان داده یا از بی نهایت پیش پنداشته و برنهاده است، یه چیزی که الان تو جهان واقعیت اتفاق افتاده و میشه تغییرش داد. اون به اون اصل اول برمیگرده، دستگاه باوری دین. من این دومی که گفتم الگوهای دینی بود. در بخش سوم، وقتی این دستگاه باوری دین یا ایدئولوژی و اون الگوهای دین یا ایدئولوژی جا میفتن، بعدن از کارکرد یا برهمکنش، از اینتراکشن کامپلکس و چند بودی و در هم تنیده که اینا پدید میارن، یه چیزی پس از چندین ده سال یا چندین صد سال شکل میگیره به نام فضای کلی فرمانروا بر جامعه. اون یه چیز دیگه فردی نیست، اینتر کامپلکس مال تمام جامعه است. و این دوباره در دینهای کنترلگرا ابراهیمی به سان اسلام و مسیحیت کلاسیک شدیده. ولی یکی از ممکنه بگه آیا مثلا در جهان زرتشتی فضای فرمان روا بر جامعه اثرش کمتر بوده؟ به مراتب آره. امکان گزیدش و راه خود رو رفتن در جامعه زرتشتی پیش از اسلام خیلی بالاتر بود تا در جامعه ابراهیمی، چنانچه پس از رفرم‌های لوتر هم که جامعه اروپای شمالی دوباره به حالت هند اروپای کلاسیک نزدیک‌تر شد، یعنی دین ابراهیمی رو گذاشتن کنار، شما می‌بینید که اینجا دوباره کنترل بر اندیشه‌ها کمتره تا اون چیزی که در جهان ابراهیمی است. این ابراهیمی همه چی رو می‌خوان کنترل کنن. فاکتور یا پهنه چهارم، اولی اگه بود دستگاه دین کلی اصولش سرراست، دومی الگوهایی که در اون هستن از مهترانش و الگوهای کناری، سوم فضایی که از اینا پدید میاد بلکه کلی در سطح جامعه، یک بود چهارمی هم هست یا یک پهنه چهارمی هست به نام بعد حکومتی که فرمان روا میشه بر جامعه، یعنی تبلور مادی پیدا میکنه. این
دوباره در دین‌های قدرتگرا، من کنار کنترلگرا این صفت قدرتگرا رو هم پیدا، این چه جداست از اون کنترلی که کلا میخواد ذهن رو کنترل کنه، قدرت از ما قدرت بگیره دستش. در این نگاه اسلام از همه شدیدتره در دین‌های جهان، چون میخواد کلا قدرت سیاسی رو بگیره دستش و بقیه رو اصلا نابود کنه. یعنی قدرت گرفتن همراه با انحصار قدرت. آره دیگه، بله، کلا میخواد بگیره دستش. حالا اون جایی که افراد گراینده به قانون‌های اساسی به سامان و به جدای دین از دولت، به قانون‌های اساسی سکولار و اینا بهش میخوان بپردازن، این بخش چهارمه. این میگن یه جورایی حکومت رو دست کم از دست این دین ابراهیمی بگیریم و تو این بخشی که نتونه دیگه صبح تا شب دیگه زندگی مردم و همه چیزا با کتک و اینا شکنجه اینا کنترل کنه. ولی تا چه اندازه تو سه تا پهنه دیگه دست بردن، اون خب جای موقع آنالیزه فراتر داره، چون نظر من چندان اونجا نمیتونن دست ببرن. آخرم من عرضم اینه که اروپای شمالی آخر واسه این پیشرفت کرد برخلاف اروپای جنوبی، که لوتر اون ستای اولی رو دستکاری کرده بود. این جدا کردن حکومت از دین از حکومت آخر سر دیگه کمترین کار کرد بود. وقتی شما اون ستای اصلی رو دستکاری کردی، اون چهارمی اصلا فرو میریزه کاملا. ولی وقتی شما چهارمی رو دستکاری میخوای بکنی بدون اینکه اون ستای نخستی بتونی دست داشته بوده باشی، اون میشه پهلوی. درست. یعنی میاد با دستگاه حکومتی میخواد به سامان کنه، ولی از پایین قلقل میکنه، قلیان میکنه، چون افراد اصلا نمیخوان این اتفاقاتی رو که داره میفته، چون با اون ستا پهنه اولی در تضاده، میخوان یارو خونش هم بریزن که برگردن به همون حالت عقب مانده قبلی، یا مثلا اونی که ما الان در ترکیه داریم. حتی اگر شما بتونیم بخش چهار رو دیگرگون کنی، سکولارش کنی و یه کاری هم بکنی که دوباره اونا نریزن خونت هم بریزن، مسلمان ها یا هر که دین ابراهیم عجو غریب که هست، حداقل اثری که میمونه از اون سه تا دستگاه اولیه اینه که جامعه عقب مانده و سنت گریز میمونه، دست کم تو یک ابعادی که نمیتونه بدن با اونایی که واقعا دونه درشتای جهان هستن پنجه درف کنه، چون الگوهاش چیز دیگه است. و بعد این تصور که شما اگه قسمت چهارم دستت بیفته، یعنی مسئله حکومت، میتونی آموزش پرورش و اینا رو تغییر بدی و به وسیله اون کار کردی داشته باشی روی پهنه اول، دوباره اون چیزی که پهلوی میخواست یه بشه که هست خورد. یعنی شما میتونی حکومت بگیری دستت، بعد شروع کنی آموزش پرورش و اینا رو زیر کار کرد بردن، ولی اون طرف مقابل چون الگوهاش و ایدئالهاش چیز دیگری است، وقتی در تضاد میبینه اون چیزی که دولت داره تجویز میکنه، به جان دولت میفته و حتی از دولت فاصله میگیره، بچه را تو خونش و سوشوی مغزی میکنه، یه کاری میکنه که درس و کودکستان رو ذهن بچه اثر نکنه. این در حقیقت میخواد برگرده به همون الگوهای اصلی که دوست داره. و حتی مثلا سیستم ترکیه نگاه کن، گروه های اسلامی 70 سال این سیستم کار در خفا و شبکه سازی رو ادامه دادن تا بالاخره قدرت دستشون افتاد. بله. اون به اون سادگی که دوستان میپندارن نیست، که فقط به اون بود چهارم وقتی دستکاری کنی و حکومت از دست دینای ابراهیمی بگیری میشه حلش کرد داستان رو. حالا به هر حال ما اینا رو فقط نام آوردیم، اصراری هم من ندارم که هرچی که ما اینجا میگیم درست باشه، ولی به نام آوردنش افراد داستان تبدیل به مشکلات واضح میشه، پروبلماتایز میشه، مشکل نمایان میشه. حالا این چهار تا فاکتور، یعنی دستگاه های اصولی اون دین یا ایدئولوژی، الگوهای اون دین یا ایدئولوژی، فضایی که در جامعه پدید میره و یا حکومتی که بر جامعه اون موقع پدید میاره، یعنی چهار تا طبقه هی میره بالا هندتر، اینا آخر سر چیکار میکنن؟ دستگاه انگیزنده و پردازنده جامعه رو هم تغییر میدن. در ایران پس از ساسانی این اتفاق افتاد که اینها هم از راه این دین نو، هم فضای روحی که ایجاد میکرد و بعد حکومت هم دستشون گرفته بودن و کیفر میدادن و تشویق میکردن به اون مسئله که میخواستن، در یه فرایند 500 ساله ایرانیا رو بدانسان مغزشویی کردن که از یک جامعه هندو اروپای تولیدی تبدیل به اون جامعه جهان سومی شدن که امروز هستن. یعنی تقریبا از حادثیه و مرگ یزدگرد بیاییم تا حدوداً قدرت گرفتن قبایل ترک در فلات ایران، که البته خب زیر
سیطره معنوی خلافت اسلامی موفق به اعمال قدرت شدن. یعنی این 400-500 سال برای ما مدتی بود که عملا ما ابزار آنچه که در اختیارمون بود از دست دادیم و تو همین زمینه هایی که اشاره کردی بهش تو این 4 مورد همه قافیه رو باختیم به کسانی که بر پای آینه جدید نظم نوینی رو داشتن راه می‌افکندن در ایران. البته کسی ممکنه بگه نه آقا همین فاکتور 4 من بسه، مثلا نگاه کن پهلوی که این فاکتور 4 از دست مسلمان ها گرفته بود و یه فضای شبه منطقی میخواست ایجاد کنه، مثلا چقدر فضا بهتر شده بود، ادارات، ارتش، این اون فلان. ولی دو سه نکته رو فراموش نکنیم. اینی که فضای خورده بهتر شده بود به این معنا نیستش که ایران داشت میرفت یک کشور صنعتی مثل ژاپن یا آلمان بشه. من حاضرم هر ضمانتنامه رو امضا کنم که سقف تکاملی ایران به بالا خیلی 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 پایین‌تر از آلمان آخر بود. این اگه بهش فرصت هم میدادی و پهلوی کاراش ادامه بده که خودش مغلطه است، آخه وقتی جامعه نمیذاره چجوری فرصت بدی؟ ولی اگه فرصت هم میدادی که ادامه بده، هیچ وقت از سطح تکاملی یک کشوری مثل پرتغال نمیتونست فراتر بره. پرتغال امروز میگم یا آرژانتین امروز، حتی از اونم پایین‌تر، چون جامعهش اون ایدئال‌های پروتستانتی یا اون زرتشتی کار استخون خردکن نداشت. ایران از این خبران نبود، اصلا همیهنهای ما به کار استخون خردکن ایمان ندارن. همه معمولا حالت دلال صفت و بگیر و بزن و ببند و اینهاست. فقط فضایی که پهلوی ایجاد کرده بود یه فضای منظم بود، اون حالت لاتولوتی کاسته شده بود، یه نظم شسترفتهی به ظاهر توش آمده بود، گوارا شده بود زندگی در اونجا و با اون پول نفتی که کشور درآمد داشت کشور گوارا شده بود برای زندگی. ولی اگر اون نفت رو نداشت و به خاطر فقط کار استخوان خردکن خود ملتش میخواست بره جلو، نه، سقف تکاملیش هیچ وقت با کره یا اینا قابل قیاس نمیبود. اولا اینو در نظر نمیگیرن اون دوستانی که میگن نگاه کن مثلا همون فاکتورم به خودی خود بسه. بعدم در نظر نمیگیرن که بابا آخرام که نشد، که آخرم چون اون سه تا فاکتور اصلی دیگه بودن، خب این بخش بزرگی از ملت از این فضا متنفر بودن و اینقدر زیر پاش خالی کردن تا آخر قدرت دستشون افتاد. داستان پهلوی درازه، ما یه بار یا دو بار بعدم بهش ویژه خواهیم پرداخت. اینی که ولی هر 4 تا فاکتور رو آدم نگاه کنه چه تغییرات توش رخ میده، وقتی تغییر پیدا کنه همون نمونه اصلی که گفتی پیش از اسلام پس از اسلام. اون موقع هر 4 تا لایه زیر دگرسازی رفتن و این اصلا رفت، اصلا کشور چیز دیگه شد. حالا ما هم رفته امروز به این میپردازیم که این دستگاه انگیزنده رو و پردازنده رو، امروز بخش انگیزنده رو فقط، که حالا این دینای ابراهیمی یا مدل اسلام که اومد سراغ ما از همشون هم در حقیقت خطرناکتر و آخر آسیب رسانتر همونه، اینا بعدن چه جوری تغییرش میدن، در مورد چگونه تغییرش میدن سپس در دوباره بیشتر سخن میگم. من یه اشاراتی الان کردم. من کلا با این کار دارم که الان خب تو بخش انگیزنده چی رو تغییر میدن، قبل از اینکه ما بعدن بهش بپردازیم که چه جوری تغییرش میدن که من یه اشاراتی عرض کردم نمونه وار. ولی آخر سر تو بخش انگیزنده اصلا چی رو تغییر میدن؟ ما مثلا وقتی که در مورد اون کلاس درس صحبت میکردیم، اومدیم دستگاه انگیزنده رو فقط به 3 حالت پارامتری تقسیم کردیم، گفتیم یا به خاطر کنجکاوی درس میخونه، یا مثلا از روی گرایش به پیشرفت شغلی، یا به خاطر پدر مادرش. آیا مثلا یه چیز کامپلکسی پیچیده‌ای مثل دستگاه انگیزنده یک فرد یا یک قوم رو هم میشه فقط به این سادگی مدل سازی کرد؟ البته که نه. وقتی اونو میخوایم مدل سازی کنیم، مجبوریم حتی بخش انگیزنده رو هم به ابعاد گوناگون تقسیم کنیم. اونو همه رو مثلا تو اون کلاس درسی فقط یه بود بود. بود این که آقا واسه چی درس میخونی؟ از روی کنجکاوی، از روی پیشرفت شغلی یا از روی ترس؟ ولی ما تو بخش دستگاه انگیزش قوم که وقتی میخوایم بریم، من ابعاد گوناگون رو بخش بندی کردم. این دوباره خودش نمودار ساده شده است از یک دستگاه های خیلی پیچیده تر که من مدل سازی کردم به گذار سالها. اینجا یک نمود ساده شده شده دارم بیان میکنم. یکی از ابعاد این دستگاه انگیزنده اینه که شما روی هم رفته انگیزش درونیتون، اون انگیزشی که شما رو به این ور میبره یا به اون ور میبره یا چی ور شما تصمیم میگیری که تو دوست داری بهش میل پیدا کنی، این بر بنیاد دریافت
و خرد خود شما میچرخه، وجدان دریافت و خرد شخصی خود شما، یا بر بنیاد الگوها و دستورهای قالبی. یکی از مهمترین تغییراتی که اسلام در جامعه ایران داد این قالبی فکر کردن بود، یعنی دیگه پویا نیندیشیدن، از مورد به مورد نیندیشیدن، تطبیق ندادن، بلکه قالبی یه چیز رو مرده و کورکورانه دنبال کردن. در میشه پس کوتاهش کرد این بود رو به دو حالت پارامتری که خرد پویا تو رو برمی انگیزانه، حالت تشخیص شخصی خودت، یا دستورهای قالبی و الگوهای قالبی، که اینو میشه اون موقع دو حالت اکستریم یه محور گذاشت و با حالت میانی اون موقع بهشون درجه بندی کرد. مثلا در جهان زرتشتی میشه نگاه کرد که مثلا همون در بعد دستگاه باوری و الگوها، از اون چهار تا زمینه بود که گفتیم، دستگاه باوری، الگوها، فضای کلی و کنترل حکومت، من اینجا فعلا به دستگاه باوری و الگوها نگاه میکنم که اون چیزی که خود اون دین برمی انگیزنه در حالت اول. تو دستگاه باوری مثلا دین زرتشتی ما میبینیم که رک و راست مثلا در کتاب اصلی آیین زرتشت در گادها پیوسته به خرد و وجدان شخصی دست یاخته میشه. چه واژه خرد که کلا در اوستا بسیار جا داره، چه واژه وجدان شخصی همون دعینا، به خرد و وجدان شخصی دست یاخته میشه و مطالب به حالت پرسش های اندیشه برانگیز مطرح میشن. یعنی اون دین ایدئالش اینه که انگیزش یک شخص به سوی تصمیمات روزمرهش که باید اونو به سوی پیشرفت برن، این بر پایه تشخیص های شخصی و خرد شخصیش شکل میگیره. خیلی با دستور قالبی نمیشه کاری کرد. راستشو بخوای اصلا دستور قالبی نداره. این چیز شگفت انگیزشه. حتی مثلا ببینیم، هر دستگاه دینی ممکنه یه تزایی مثلا داره، یک دکترین های داره، آیین زرتشت هم داره، مثلا میاد میگه که آره اهورامزدا امشاسپندا رو آفرید که این امشاسپندا نظم کیهانی رو برپا نگه داره. بعد حالا نام هایی دارن، وظایفی دارن، استقلالی هم دارن نسبت به اهورامزدا، یعنی اون توحید زبون نفهم نیست، بلکه یک تقسیم قوا، عدم تمرکز حتی داره در دستگاه دینیش، عجب و غریبیه، بعدن توصیف میکنیم. ولی این امشاسپندان که حالا مثلا اندیشه نیک یکیشون باشه، یا مثلا کمال، اینی که شما باید تو همه کارا به کمال بپردازی، به پرفکسیونیزم، یا مثلا از همشون به نظر کانکرت‌تر میاد اون شهریاری ایدئال که بهش میگن شطر وایریه، همون شهریور خودمون. معنیشو وقتی دنبال میکنی میبینی کانسپت قالبی و کامل نیست. شطر وایریا میشه شهریاری یا دستگاه کشورداری یا فرمانروایی که انقدر ایدئال باشه که سزاوار گزینش باشه. اون بخش دومش بسیار شگفت‌آور، اون صفت از فعل ور میاد، یعنی گزیدن، و بعد با یا صفت میشه، صفت آرزویی میشه، حالا بعد اپنتز بعد ای میگیره تو تلفظش میشه وایریا. یعنی اینکه اون شهریاری که اینقدر ایدئال باشه که سزاوار گزینش باشه از سوی ملت، از سوی قوم. حالا شاید یه نطفه حتی از دموکراسی هم تو این نمایان باشه، که یعنی آخر سر مشروعیت اصولی رو به مردم برمیگردونه، یا شایستگان مردم در حقیقت، شایستگان مردم. ولی به هر حال چیز قالب نهایی نیست، بلکه میگه یک شهریاری ایدئالی که ما باید برپژوهیمش آخر سر که کدوم خواهد بود. درسته که اینقدر ایدئال باشه. در دینای ابراهیمی و از همهشون در حقیقت سنگوارتر اسلام، شما همش قالب‌های کامل به شما داده میشه، چه کار باید کرد، چه کار نباید کرد، و بدین وسیله خرد کاملا متلاشی میشه. حالا اگر یک اشاره لفظی هم این بر اون بر در قرآن یا در احادیث به عقل باشه، منظور یک عقل پویا نیست که یارو اونجا نشسته واسه خودش داره میاندیشه که من چی کار میخوام تو زندگی بکنم، برای من کدام درسته، بلکه منظورش از اینه که مثلا یه عقلی که مثلا من راهنمایی کنه که مثلا چجوری کفار رو من نابود کنم، چه تله واسشون بذارم، یا مثلا
یه عقلی که به من کمک کنه من دستورهای الله رو بفهمم. آخر سر هدف نهایی فهمیدن اون دستورهای غالبیه. چیزی به نام اینی که یارو توی پروسه جستجو بگرده و بهترین رو پیدا کنه وجود خارجی نداره. دستورهای غالبی همه جا نهایی ارجحیت کامل دارن. کسی که در اون فضا بزرگ میشه اندیشهش یک اندیشه بسیار سنگوار، بی انعطاف و آخر سر به عبارتی میشه گفت، چجوری بگم تو فارسی ساده دل زبان نفهم، یعنی یک کسی میشه که شما میبینید وقتی باش بحث میکنید گوش نمیده، چون تصمیمات غالبی رو بهش برزوراندن از کودکی. انسان غالبی هم فکر میکنه. چیزی به نام یه فضای پژوهشی وجود نداره تو ذهنش که داره دنبال یه راهی میگرده. برای همین هم از شهرم جان که توی خیلی از مباحثی که در متون اسلامی میشه، به هر حال کسایی که عمری گذاشتن و خودشون رو در اسلام پیر کردن، حالا چه در قالب به اصطلاح علم کلامش، چه در قالب تحلیل و بررسی سنت و حدیث و این گونه مسائل، و حتی چه در حالتهایی در بخشای عرفان اسلامی، این عقل ستیزی یک چیز عجیب و غریبی است. یعنی شما هر چقدر با عقل بیشتر ستیز کنی و عقل رو تحقیر کنی و انسان رو نه به عنوان گوشت و پوست و استخوان، بلکه به عنوان کسی که میتواند آفریننده شعور اندیشه باشه، آفریننده هنر باشه، از خودش ابتکار عملی داشته باشه، پرسشگر باشه، هر چقدر این انسان رو بکوبی و تحقیرش کنی شما به بطن اسلام وفادارتری. به نظر میاد خلع اصطلاح کردن لازمه این است که شما بتوانی اون دستورات غالبی رو در افراد نهادینه کنه به نوعی که طرف فقط منتظر دستور باشه. 100% اگر بخواد خودش پژوهنده بیاندیشه چگونه میخواد این دستورات غالبی رو پس بپذیره؟ درست. دقیقاً مشکلی هم که پیامبر اسلام تو مکه بهش خورد همین بود. وقتی که اومد دینش رو بیان کنه، مهتران قوم که آدمای درس خونده و فهیم بودن اونا نپذیرفتن، نگوش کردن، بیشتر خندهشون گرفت. و آخر سر ایشون مجبور شد بره مدینه و اونجا لات و لوتا رو جمع کنه، یعنی اوس و خزرج. ولی در خود یعنی کسایی که ذهن نداشتن، عقل نداشتن و هرچی میگفتی قبول میکرد. و از همونجا بنیاد این غالبی رو، غالبی اندیشیدن رو گذاشتن. گفتن خب، گفت من یه سری رو پس پیدا کردم که هرچی من غالبی میگم میپذیرن، الانم باید بقیه یا بزنیم بکشیم یا به زور یادشون بدیم غالبی فکر کنن. یعنی حقیقت از اونجا این دستگاه عجیب و غریب چرخ گوشت کننده و نابود کننده بقیه اقوام و عقلشون آغاز شد، از مدینه در حقیقت، که مثل هیولای گسترش پیدا کنه و هر جا رو که میگیره اون موقع خودش رو چنان تحمیل کنه که بگذاره چند نسل اونا هم غالبی بشن. یعنی فکر منطقیشون دقیقا وارون این. وقتی برخی متون زرتشتی رو نگاه میکنیم، حالا برای من جالبترینشون بندهشت، گرچه حالا رگاهی از باورهای زربانی هم درش هست، ولی در فضای کاملا زرتشتی نوشته شده، میکوشه که برای هرچی که میگه استدلال بیاره. یعنی تمام تلاش بر این است که یک پیوند منطقی میان این که چرا این رخ داد، چرا این گونه شد، چرا در 3000 نخست این رخ داد، به چه دلیلی زمان نمیدونم کرامند آفریده شد، همه اینها هر کدوم میاد به عنوان دلیلی بر چیز دیگه. یعنی نمیگه ما این کارو کردیم جمله تمام شد، باید گفته بشه چرا این کار انجام میشه یا شده. و اینکه میدونه که ذهنی که به دنبالش داره میاد ذهن پرسشگره و میکوشه پرسش رو خودش مطرح کنه و پاسخ بده، این دقیقاً کارش به نظر میاد بیشتر پرورش دادن و بالو پر دادن به خرد انسانی باشه و تشویق برای اندیشیدن باشه. و این کاملا یک چیزی 180 درجه متفاوت با موتور یا انجین اسلامی که در ذهن انسان قرار میگیره. به روشی که توضیح دادی کاملا میخواد یک انسان دیگه رو از این بود بسازه. دقیقا همین گونه است. یعنی در اون دین، چون مدل آدمی که میخواد بپرورونه و اصلا از اولم ظاهرا در جامعه بوده، آدمی بوده که خب باید با خرد متقاعدش کنی. بنابراین حتی میاد در مورد کارهای یزدان میاندیشه، میگه من چون دارای خردی هستم، یزدان منو با خرد کامل آفریده مثل خودش، اصلا اون فروغ یزدانی من آفریده شدم،
خرد اون هم در من هست، من میتونم خودم تجزیه تحلیل کنم و یزدان حتی اگه میخواد منو به جای ببره باید بتونه با منطق منو متقاعد کنه. در اسلام شما اصلا همچین مسئله مطرح کنی شرک کامله و اون یکی ها موظفن شما رو بکشن، چون در اونجا واسه این که پرسش اصلا رخ نده و این مسئله قالبی و بسیار ارزان بتونن زور چپون بشن، اومدن گفتن آقا هر گونه اندیشیدن در این موارد که این کارا چه هدفی داره یا چه منطقی داره این شرکه، چون دارید شراکت میکنید کار الله. تو اون یکی برعکسه، تو اون یکی یزدان میاد با نهایت فروتنی همونطور که گفتی در بندهش کارشو توضیح میده در حقیقت که من از این دلیل به این دلیل این کار رو کردم که انسان بفهمه. خب معلومه که اینا بعدن یه باستاب بسیار شدیدی هم روی دستگاه حکومتی تو این سیستم های گوناگون داشتن، مثلا در اون دولت های قبل از اسلام که مثلا ذکر شاهان ساسانی در مسعودی من چند بار گفتم، شما میبینی که شاه ها پس از بر تخت نشستن کاراشون رو توضیح میدن، این الگو رو از خود اهورامزدا یاد گرفتن که رو به مردم میگن آقا این طرح من این بود، بعد اینجا رفتم، بعد این کارو میخوام بکنم، بعد اون کارو، مثل یه سیاستمدار فرنگی امروز برای مردم توضیح میدن، توجیه میکنه خودش رو. در سیستم اسلامی معمولا سلطان یه عربده میزنه یه بی ربطی، کسی هم حق سوال نداره، اگرم سوال بکنه یا زیر شلاق میکشنش یا تو تنور میندازنش یا تیک تیکش میکنن، و الگو هم همون الگو اللهه، چون میگه همونطور که آدم تو کار الله نمیتونه شراکت کنه چون این شرکه، یعنی هر گونه اندیشیدن شرکه آخر سر، چون داری فکر میکنی که اون چرا این کار میکنه، در کار سلطان هم نمیشه، اونم شرکه در کار سلطان در حقیقت، الگو از اون گرفته شده. پس اینجا اگه من اینجوری جنبندی کنم، تو این بعدی که من بر پایه خرد شخصی انگیزش من پدید میاد یا پیرو الگوها و دستورهای قالبی بدون انعطاف، من اشاره کردم به دستگاه باوری آیین زرتشت که در گاتها فراخواندن انسان کاربرد پیوسته از خرد، و بعد در داستان آفرینش آیین زرتشت که انسان از فروغ یزدانی از نور پدید اومده، از همون نوری که خرد یزدان هم توش بوده، پس از خرد بسیار بزرگی برخوردار انسان و خودش میتونه با بحث و جستجو کارشو روال بده. و در بخش الگوهای آیین زرتشت جدا از دستگاه سرراست باوری، تو خودت اشاره کردی به این که حتی کارهای اهورامزدا زیر بررسی میره، مثلا در بندهش در حقیقت، یعنی چون برآمده از خود دامداد نسکم هست، یعنی این کار خود اهورامزدا اومده اینا رو توضیح دادی که من چی کار دارم میکنم. در دستگاه اسلامی، در دستگاه باوریش، در خود قرآن و اینها، نقش عقل در سنجش با ایمان بسیار پسته، یعنی دائم ایمان برتری داده میشه. ایمان یعنی چی؟ از ریشه امنه میاد، یعنی شما یه جایی در امن به سر میبری، یعنی وقتی شما این دستور قالبیه رو پذیرفتی، یعنی آقا اصول دین اسلام این است و فلان است و وظایف و تکالیف این است و اینا، وقتی اینا رو شما قالبی انجام دادی کاملا ایمن میشی، هم از نظر درونی هم از نظر آینده، چون یه بازنشستگی هم تون آینده بخوان به تو بهشت اینا بدن، حالا گذشته از اینکه مثلا مثل روس بخوان هم داره بگذاریم، ولی بازنشستگی هم بهت میدن و خلاصه تو امن میشی، دستور قالبیه رو میگیری و دیگه امن میشی. و این داستان ایمان پیوسته برتری داده میشه در قرآن نسبت به عقل. عقل یه دو سه جای اشارات در حقیقت تعارفی بهش میشه که منظورم اونجا در اون آیاتی که اومده همیشه اینه که آقا عقل اصلا تو داری که حرفای منو بفهمی، منظور این آخر سر. برای همین هم اون... هم جان که شما بارها و بارها و بارها یا ایها الذین آمنو رو میبینید، ای کسانی که ایمان آوردید، ای کسانی که شعور دارید، یا ای کسانی که از عقلتون استفاده میکنید، طرف سخن نیستن هیچگاه. دقیقاً. ما بحث تخصصی در مورد قرآن درنش نمی‌کنیم، اگه لازم شد جلساتی می‌ذاریم که اون موقع به فزونی همه اون یادبردا نام می‌بریم که مثلا اگه از عقل نام آورده شد کجا نام آورده شد، در چه کانتکستی بود. ولی معمولاً هدف اینه که آقا این عقله، تو با اون عقله آخر سر حرفای من الله فهمیدی یا نه، یعنی عقل در کار نیست که تو خودت سبک سنگین کنی، فقط اون دستورات منو فهمیدی یا نه، اگر نه پس عقل نداری، منظور اینه. و یا عقل داری که مثلا با کمک عقل مثلا ما بفهمیم بهتر راه مثلا برخورد با کفار چی از این حرفا. عقل پویا و شخصی اینا وجود خارجی اونجا نداره، و هر وقتم برخورد پیدا بکنه با ایمان، ایمان مهمتره. این یه بسیار اساسی در اسلام که حالا تا انقلاب اسلامی خودمونم بود اسمشو گذاشته بودن برتری تعهد بر تخصص.
و در تمام دوران پس از اسلام هم بود. مثلا این سنت دراویشی که ما در ایران داشتیم، حالا در ابعاد عرفانیش یا در ابعاد صوفیش، این بخشای بزرگی عقل ستیزی توش بود. اینجا دعوا خیلی زیاده که اینا برشگاهشون کجاست، کجا با هم فرق دارن. ولی وقتی مثلا یه اشاره ساده به مولانا بکنم، وقتی که میگه فلسفی گوید معقولادون، عقل از دهلیز میناید برون، این یک عرفان یا یک تصوفی رو نشون میده که با عقل کاملا بریده. ما پیش از اسلام عرفانمون هم این شکلی نبود. عرفان مثلا اونجا این بود که میگفتن یک خردمندی رفته در جهان تخیلات، اونجا با کی تماس گرفته؟ با خرد اهورامزدا به نام مینوی خرد. مثلا شما مدل عرفان رو نگاه کن و داره اونجا مناجات میکنه، حالا به حالت در حقیقت معنوی، که بهترین راه زیستن کدومه. و اون مینوی خرد، یعنی اون بار خرد برز وجود اهورامزدا، اینو راهنمایی میکنه که خرد رو اینجوری باید به کار برد، اونجوری بهترین راهش اونه فلان. یعنی گرایش های عرفانیش هم گرایش های جدا از خرد نبودن. جدایی از خرد از راه مسیح، آیین مسیح به ایران اولین بار پا گذاشت و اثراتی که بعداً روی مانی داشت. مانی خودش این دشمنی با خرد رو در او آغاز شد، ولی حالت دست نخورده ترش و نابش مسیحی ها بودن و بعد دیگه حالت با آسمون هفتم رسیدنش که بعداً به حمدالله با اسلام بود. این دشمنی با خرد از اون آیین های ابراهیمی اومد که در اسلام به کمال رسید، چون اونجا این مسئله ایمان و غالبی فکر کردن رو دیگه چنان سنگوار کردن که واسه عقل نفسی نبود. اون اشارات تعارف مانندم در قرآن دیگه بس نبود که شما بگید اونجا از عقل نام برده شده. خب اون یکم میگه آقا بجاش هزار بار از ایمان نام برده شده، چی میگی؟ این تعارفای هست که این اصلاح طلبای میکنه، این حرفا تو بدنش که بری و بعد بخوای بسنجی، قرآن یه چیز کاملا عقل ستیزه، یعنی ایمان در همه موارد برتری داره. حالا بگذاریم، من میبینم که یه خود زمانمون جلو رفته و ما هنوز، حالا من یک بود از این بودهای انگیزنده رو نام بردم، بودهای دیگری هستن، من فعلا نام میبرم بعد بپرسم چقدر زمان داریم که بهشون بپردازیم. یادم بود دومی هست تو این بخشای انگیزش، همش متبخش انگیزشی ما هنوز، به نام بودی که حالا اون یکی این بود که شما بر پایه خرد تصمیم میگیری یا بر پایه دستور غالبی. یه بود دیگری هست که کلن تو انگیزه هات به سوی مسیرهای پیشرفتزا و سازنده هستن تو زندگی، اونا برات ایدئالن، اونا تو رو به وجد میارن، یا اینکه به سوی کنشهای ارزان، سطح پایین، فرومایه حتی شاید بشه گفت، ولی من با ارزان اصلا بشن راضی ترم، این بیهوده حلهوله. این کدومشون؟ این یه بعد دیگری است و بعد سومی هم پشتش هست، ولی من بعد دوم رو یه خورده میشکافم. چقدر زمان داریم شاهین جان؟ 7 دقیقه. من سرآغازش رو میشکافم، اگه نشد میذاریم برای بار دیگه. اینی که شما پس در بعد دوم کلن با اندیشه هایی که به سوی پیشرفت میرن به وجد میای، یا به سوی کنش های ارزان و اینا که فعلا به سود شخصی به تو برسونی از این چیزا. این در آینه زرتشت ما وقتی بود دستگاه باوریش دوباره نگاه کنیم، خب اونجا دیگه رک و راست دیگه 100 بار گفته شده که وظیفه و نقش انسان از هنگام آفرینش این بود که جهان رو همراه اهورامزدا بسازه، که در این فرایند پیشرفت با پیشرفت جلوی اهریمن رو بگیرن، نه از راه نماز خوندن و روزه گرفتن از اینجور کارا، بلکه منطقشون این بود که اهریمن چون گستراننده آز، گستراننده خشم، دروغ، این مسائله، شما وقتی یک جهانی رو منطقی، یک حکومت منطقی درش بسازی، این رفاه پدید بیاره، دانش پدید بیاره، سطح شعور رو ببره بالا. شما فراموش نکن که ما واژه‌هایی در زمان ساسانی داشتیم به نام فرهنگ. فرهنگ ترجمه کلاسیکش اون زمان بود education.
از یه فعلی میومد به نام فراز هیختن که حالا به فارسی در این مدل کوتاه شدهش فرهیخته هنوز رسیده ها البته بعد این فراز هیختن اون موقع اونجا صرف میشد با صرف قدیمیش هنگ هنگ از در حقیقت کشیدن همون هیختن هنگ هکتا و فرهنگ یعنی که اون چیزی که تو رو بر میکشه ادیوکیت میکنه میکشه بالا از نظر منظور آموزشی بود آموزش اجتماعی و علمی که کودکی به تو دادن از نظر ساختار واژه با ادیوکیشن هم خانواده است چون اون از رومی میاد ادوکاره که اون موقع از ای اکس و دوکره میاد دوکره در رومی یا همون زبان روم باستان لاتین میشده هدایت کردن کشاندن بردن ای اکس میشده به بیرون یا به جلو به بالا هم میشده گاهی یعنی تو رو کلا میکشه میبره جلو همونطور که این فرهنگ میگه تو رو از هیختن میاد دیگه کشیدن تو رو میکشه میبره بالا جلو خیلی جالبه حالا نمیدونم آیا ترجمه کردن ساسانی ها این از الگوهای فرنگی یا اینکه کلا در پیشینه آریایی داشته که این قوم اصلا درکش از ادیوکیشن این بوده که طور چیزی که میکشه میاره بالا احتمال داره قدیم باشه حتی ربطی به الگوهای یونانی یا رومی نداشته بوده باشه به هر حال این قوم یا این جامعه این زرتشتی این بر این باور بود که خب شما کارت اینه که با پدید آوردن پیشرفت و رفاه اهریمن رو پس برونی این وقتی رفاه پدید میاری و علم پدید میاری و خوشبختی پدید میاری افراد در آرامش اعصاب به سر میبرن دیگه نیاز به دروغ و دغل و قالطاق بازی اونا ندارن چون اولا از این طرفشون تربیت و فرهنگ دادی از طرف دیگه هم شکماشون رو سیر کردی اینا در حالت آبرومند به سر میبرن اینجوری اهریمن رو شکست میدی شرمجان جالبه اشاره ای که به عبارت یا ترکیب سپنتا مینو هم میشه در برابر انگر مینو سپنتا افساینده یا به پیش رونده در حقیقت تو خود مفهوم اون حالت پیش رفتن افسایش دادن دیولوپمنت رو داریم میبینیم حتی توی مفهوم بسیار کانونی مثل سپنتا مینویی که به هر حال از بنیادهای آیین زرتشت بارتولومه تو واژه‌شناسی خودش مثلا میخواست دونو دنبال کنه تو حالت آریایی قدیم اینو با سوانتس میسنجید مثلا تو حالت لیتوانی باستان چون کم پیش اومده این سپنتا بعدن تو حالت زبانهای آریایی دیگه و درست نفهمیده بود چیه ولی چون ترجمه پهلویش بوده ابزونیگ اون موقع اون اوستاشناسایی که بیشتر پافشاری داشتن بر تفاسیر پهلوی واسه اینکه بفهمن احتمالاً پیشینه معنای چی بوده چون شما تو از دو راه میتونید نزدیک بشید به واژه یکی از طریق هندی باستان که نظر زمانی به همون کهنی است ولی خب اون روح زرتشتی توش نیست بالاخره یه چیز دیگه است یکی از پیامدهای در صده های سپسین در زمان ساسانی ها زبان فارسی میانه اونو بازسازی کنی که احتمالاً پیشینه اوستایش هم این معنی رو داشته این حالت روحی رو داشته تو اینجا اون سنجیدنش با سوانتس لیتوانی اینو کمک نمیکنه بلکه حالتهای پهلوی بیشتر کمک میکنه چون اینو وقتی مفسرین اوستا در زمان ساسانی خواستن ترجمه کنن واژه رو گذاشتن ابزونیگ یا همون ابزونی افزونی بخش یعنی درکشون سپنتا حالا برای همیهنهایی که الان شاید اصلا جریان نباشن سپنتا واژه ترجمه مقدس در زبان اوستایی سپنتا تلفظ روسیش سپنتا این سپنتا که مقدس این درک اینا از مقدس این بوده چیزی که پیشرفت پدید میاره باور نکردنیه البته یه همچین پیشینی هایی ما تو درک آریایی کهن داشتیم مثلا خود مثلا ژرمن های باستان که اونم دوران پیشا زرتشت یعنی با فرهنگ پیشا زرتشت هم در تماس بودن اینا مثلا از هایل صحبت میکردن همون کونیکس هایل گفتن دست شاه به هر چیزی که بخوره چیز میاره درمان و افزونی میاره کونیکس هایل بهش میگفتن یا هایل همون چیزی که الان تو هیل و هیلینگ انگلیسی هم که مونده واژه جرمنی قدیمیه هایل این هایل یک کارکد شبیه همین سپنتا داشته نظر میدان معنایی ولی زرتشت اینو بسیار گسترش داده بوده و هدفمندش کرده بوده به سوی یک نیروی پیشرفت دائمی به سوی یک پیشرفت بی‌پایان
و در مثلا واژه های دیگه هم این جاها میشه دنبالش کرد، مثلا در زبان همین پهلوی اونجا صحبت میشه از راه و روش زیستن فرارونی رو در روی عبارونی. فرارونی فرا یعنی به جلو، یعنی که چیزو تو رو میکشه میبره تو زندگی به جلو. عبارونم اونی که ما تو فارسی داریم میگیم وارون، آخر تو رو واپسمانده میکنه. باور نکردنیه. این خیلی جالبه که نظام ارزشی یک آیین رو میشود از واژه شناسی این گونه گرفت که میشه استخراج کرد که اینا ایدئالشون چی بوده. دقیقاً باعث پیش رفتن و جلو رفتن و ساختن و بهتر شدن هست، عملاً بار معنای مقدس رو میگیره. مقدس فقط اینه، چیز دیگری نیست. خیلی جالب. تو مال اسلام حالا به سنت ابراهیمی که دوباره تشدیدش کرده بودن، این میگفتی که این از قدس هم میاد، یعنی بی اندازه پاکه. بی اندازه پاک به حالتی که انسان نمیتونه اصلا بفهمه، دست بزنه نجس میشه، اینه درک نمیکنه، واسه همین خفش رو فقط پیروی کن. یعنی باری از پیشرفتی اونها توش نیست کاملا. یه چیز عجیب و غریب همینجوری انتزاعی اینا. حالا در بخش ما رسیدیم به پایان برنامه. اوکی. و توی در حقیقت پارامتر دوم برانگیزنده ها بودیم، وارد بحث این شدیم که آیا به دنبال پیشرفت و بهتر شدن و تکامل و خرداد هستیم، یا اینکه آدم‌هایی هستیم که به مسائل ارزان به قول تو به فرومایگی هم قناعت میتونیم بکنیم. این اون انگیزش دومی است که در نزد انسان توسط یک آهیم میتونه ساخته بشه. اینو طبعا در میانش بگذار که پارکش کنیم برای نشست بعدی، و بعد از تکمیل این سراغ اون حوزه سوم، بود سوم دستگاه انگیزنده، دستگاه انگیزنده میریم که من فکر کنم 2-3 رو میتوانیم برای نشست بعدی خودمون به پایان ببریم. از همیهنان ارجمند که همراهی کردن و توجهشون سپاسگزارم، همچنین از شهرام گرامی و بدرود تا فرصت بعدی که در خدمتتون باشیم. بدرود. بدرود.